آرش سرکوهی بود، مشاور حقوق بشر در پارلمان آلمان از برلین. وال استریت جورنال در مقاله از چرخش 180 درجه ای اتحادیه اروپا در قبال تروریستی خوندن سپاه پاسداران نوشته. این مقاله میگه فقط 6 ماه پیش کشورهای اتحادیه اروپا به دولت بایدن فشار می آوردن تا سپاه رو از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کنه به امید اینکه بتونن توافق اتمی رو با جمهوری اسلامی احیا کنن، اما روز سه‌شنبه پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب قطعنامه‌ای از کشورهای عضو خواسته تا سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بدن. وال استریت جورنال میگه آلمان که به دنبال قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی از پارلمان اروپایی پرسیده آیا امکان درگیر بودن سپاه در پرونده بمب‌گذاری در انفجاری در سال 1996 در عربستان میتونه به عنوان دلیلی برای تروریستی بودن سپاه مطرح بشه یا نه. دوباره بریم به کنگره آمریکا. همکارم آرش حلایی از اونجا به ما پیوسته. آرش، همونطور که این گزارش هم میگه، ادبیات اروپایی‌ها در این چند ماه به کلی تغییر کرده. به بخش آخر گزارش اول اشاره کنیم. سوالی که گفتی آلمان ها پرسیدن، به نظر میاد از قانون گذاران پارلمان اروپایی که آیا میتونن استناد کنن به یکی از دادگاه هایی که در ایالت نیویورک دادگاه فدرالی بوده که به نظر میاد که اون موقع گفته از سپاه پاسداران دست داشته در انفجاری که در خبر عربستان اتفاق افتاد در 1996، انفجاری که اون موقع عربستان سعودی اصرار داشت که کار سپاه پاسداران است. دولت کلینتون در اون موقع خیلی روی خوشی به این مسئله نشون نداد و بعدا هم مشکلاتی که ایالات متحده با عربستان بر سر القاعده بینشون به وجود اومد، به نظر می اومد که در واقع اختلاف نظر داشتن. آلمان ها پرسیدن از پارلمان اروپایی آیا میتونن استناد کنن به این انفجار و این رأی که این یک دادگاه فدرال داده است، و به نظر میاد که فردا یک ساعت پیش قانونگذاران اتحادیه اروپا به آلمان ها گفتن که این خیلی قدیمی است، یک پرونده خیلی قدیمی است و بنابراین نمیتونن به پرونده خبر استناد کنن. با این همه طبق گزارش وال استریت جورنال به نظر میاد آلمانی ها به اندازه کافی بهانه دارن، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تلاش داشته است که کنیسه‌های یهودی رو در خاک آلمان مورد هدف قرار بده. آلمان‌ها به اندازه کافی در مورد اون مدرک دارن، میخوان در اون مورد اقدام کنن و اسم سپاه رو به خاطر اون بذارن تو لیست گروه‌های تروریستی، اون چیزی که گزارش جورنال میگوید. اما در این حال گزارش جورنال اشاره میکند به چرخش 180 درجه ای که اروپایی‌ها داشتن، همونجوری که تو گفتی 6 ماه پیش میگفتن به دولت بایدن بیا اسم سپاه از لیست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه بکش بیرون به امید که بتونن برن به برجام دوباره و حالا بتونن معاملات تجاری خودشون و منافع خودشون در ایران از سر بگیرن. الان به خاطر به نظر میاد یک دلیلش خیزش انقلابی مردم ایران باشه، فشارهایی که مردم ایران میارن و سرکوبی که جمهوری اسلامی علیه معترضین ایرانی داره خیلی سخت کرده داستان رو برای هر کشوری که بخواد به جمهوری اسلامی نزدیک بشه. خیلی رادیواکتیو شده در واقع جمهوری اسلامی. و داستان دوم هم یه نظر میاد که اروپایی ها الان چششون رو باز کردن و میبینن جمهوری اسلامی ابایی نداره از اینکه بخواد سلاح‌های خودشو بده به روسیه برای اینکه علیه کشورهای اروپایی استفاده کنه، از جمله اینکه می‌بینیم علیه اوکراین داره استفاده می‌کنه. بنابراین یواش یواش طبق اون چیزی که جورنال می‌گوید اشتها و علاقه اروپایی‌ها برای اینکه بخوان اسم سپاه رو بذارن تو لیست گروه‌های تروریستی بیشتر شده است. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا.